یک جاسوس خطرناک دیگر را بشناسید. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: یک جاسوس خطرناک دیگر را بشناسید. یکی دیگر از جاسوس های شبکه حقانی در کنار حمید خراسانی، فردی است به نام حشمت شمال، نفر پکولدار سمت راست، که جوانهای شمالی و پنشیر را در کابل به دست طالب ها داده است. حشمت شمال و چندین تن دیگر که افراد گروه حمید خراسانی بودند و به نام فعالین مدنی و سیاسی معرفی شده بودند، از دو سال به این سو به شبکه حقانی جذب شده بودند. همه اعضای این گروه از طرف انجینیر صلاح الله که حالا به نام شهاب المهاجر از سوی امریکا تحریم شده، حمایت مالی هم می شدند. در حال حاضر حشمت شمال به حیث مهره فعال استخباراتی شبکه حقانی فعالیت دارد و مکان تمام سرگروپ های امان الله گذر را شناسایی کرده و آنها را به طالبان فهرست داده است. در همین حال به نقل از صفحه رسمی هشت صبح، 100 روز حاکمیت طالبان، آزادی، نان و کار نیست. 100 روز قبل از امروز، گروه طالبان به حیات نظام جمهوری مورد حمایت غرب و ویژه ایالات متحده آمریکا پایان داد. افغانستان پس از یک دوره روشن، بار دیگر در منجلاب استبداد مذهبی و قومی افتاد. اکنون 100 روز از حاکمیت دوباره گروه طالبان می گذرد. تحفه طالبان به مردم، انزوای دوباره کشور، از دست رفتن جامعه مدنی، آزادی بیان، محرومیت زنان و برقراری حاکمیت تک قومی و تک مذهبی است. ذخایر بانکی کشور منجمد است و صدها هزار کارمند دولت در انتظار دریافت معاش هستند. علیرغم ادعای گروه طالبان برای تامین امنیت، حملات انتحاری، انفجار و اختطاف بیشتر شده است. فقر، گرسنگی و بیکاری بیداد می کند و این وضعیت مردم را وادار به مهاجرت و فرار از کشور کرده است. طالبان همچنان بر تطبیق اصول و قرائت خود تاکید دارند و جهان خواستار ایجاد فضای باز سیاسی و مشارکت طرفهای دیگر سیاسی در امور کشور است. برای همین هنوز هیچ کشور همسایه، منطقه و جهان حاکمیت و حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. فرار مردم و سیاسون از کشور. حدود 3 ماه قبل از امروز، گروه طالبان پس از 20 سال جنگ و خونریزی، کابل و اغلب ولایت‌های کشور را بدون جنگ و در طی چند روز محدود به تصرف خیش در آورد. فرماندهان پیشین نظامی، رهبران سیاسی و مخالفان گروه طالبان از راه‌های مختلف از کشور فرار کردند. در روز نخست ورود طالبان به کابل، ده ها هزار انسان به میدان هوایی کابل برای بیرون شدن از کشور هجوم بردند. آویزان شدن مردم از هواپیماهای نظامی آمریکا و افتادن چند تن از بالهای آنان سرخط رسانه‌های جهان بود. چند نوزاد در داخل هواپیماها به دنیا آمدند. ضبط اموال سیاسون و مقامات دولت پیشین. طالبان در نخستین روزهای ورودشان به شهرهای بزرگ از جمله کابل، موترهای مقامات دولتی و چهره‌های سرشناس را به ملکیت خیش در آوردند. خانه‌های مقامات پیشین و رهبران سیاسی را تلاشی و اموال دولتی و شخصی آنان را با خود بردند.
بستن مکتب های دخترانه و اعتراض زنان. نخستین حرکت خبرساز طالبان بستن مکتب های دخترانه بود که پس از 100 روز حاکمیت آنان همچنان بسته است. نخستین گروهی که در برابر این تصمیم طالبان اقدام به اعتراض مدنی کرد دختران و زنان افغانستان بودند. دختران و زنان در کابل و تعدادی از ولایت‌های کشور هفته‌ها دست به اعتراض‌های مدنی علیه گروه طالبان زدند. اعتراض مدنی زنان در کابل و ولایت‌های دیگر کشور در زیر حاکمیت طالبان رخ دیگر جامعه دستاورد 20 سال اخیر نسل جدید را نشان داد. در جریان تظاهرات زنان طالبان چند تن از خبرنگاران روزنامه اطلاعات روز را به طور وحشتناک مورد ضرب و شتم قرار دادند. اعلام حکومت سرپرست طالبان چند هفته بعد از سقوط نظام و تصرف کامل کشور، گروه طالبان کابینه سرپرست خود را تشکیل داده که تمام اعضای آن از میان ملاها و 99% آنها از میان یک قوم مشخص برگزیده شده بودند. این عملکرد گروه طالبان با اعتراض‌های شدید داخلی و کشورهای منطقه و جهان مواجه شد و تا هنوز یکی از شرط‌های جهان برای به رسمیت شناختن طالبان تشکیل حکومت فراگیر ملی با اشتراک تمام اقوام افغانستان، زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی است، چیزی که طالبان هنوز در برابر آن کوتاه نیامده اند. آغاز حملات شاخه خراسان داعش. در نخستین روزهای سقوط نظام پیشین همه چیز در نظر طالبان پایان یافته می رسید. آنان می پنداشتند که دیگر نیروی مزاحم وجود نخواهد داشت. اما در هفته های اول حاکمیت طالبان داعش یک حمله مرگبار را در میان مردم در درب ورودی فرودگاه کابل انجام داد. طالبان در واکنش به آن گفتند که این حمله در ساحه حاکمیت نیروهای آمریکایی رخ نداده است. همچنان طالبان در واکنش به آن حمله اعلام کردند که دیگر افغانستان شاهد حملات این چنینی نخواهد بود و داعش ظرفیت به چالش کشیدن آنها را ندارد. ولی طی چند ماه اخیر گروه داعش چندین حمله خونین را بالای اماکن مقدس و مسیرهای رفت و آمد مردم انجام داده است. حمله بر مسجدهای شیعیان در قندهار و کندز مرگبارترین حملات این گروه بوده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.